درود بر شما با 180 ثانیه دوشنبه 11 اسفند ماه همراه ما باشید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت که جمهوری اسلامی در مورد پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در برخی از سایت‌های از قبل اعلام نشده‌اش توضیحات معتبری نداده و این امر مایه نگرانی فراوان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان کار جمهوری اسلامی ایران بوده و این امر واضح است. جمعه گذشته کشتی یک شرکت اسرائیلی که تحت پرچم باهاما حرکت میکرد در پی سانحه‌ای مشکوک در دریای عمان از 4 نقطه به شدت آسیب دید. علی اکبر کریمپور مسئول روابط عمومی سپاه همدان از بازداشت 41 نفر در ارتباط با عکاسی و مدلینگ در این استان خبر داد. او در مورد آنچه انهدام شبکه سازمان یافته هنجارشکن فرهنگی نامید بدون ارائه شواهدی مدعی شد که این افراد برای شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج فعالیت می‌کردند. تازه ترین آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا در ایران بار دیگر به بیش از 100 نفر در روز رسید. امروز دوشنبه وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته دست کم 108 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. تعداد کل مرگ در ایران بر اثر کرونا که به طور رسمی اعلام شده به بیش از 60,000 نفر رسیده است. دادگاه عالی ورزش پرونده محرومیت جودوی ایران را به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو ارجاع داد و محرومیت نامحدود ایران را غیرقانونی دانست. به دنبال باخت عمدی سعید مولایی در مسابقات جهانی ژاپن، فدراسیون جهانی ایران را به دلیل تفره رفتن از مسابقه با حریفان اسرائیلی تعلیق کرد. در پی افزایش حملات موشکی در روزهای اخیر، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق بار دیگر با محکوم کردن این حملات تاکید کرد کشورش نباید جایی برای نبردهای نیابتی دیگران و نقطه‌ای برای آغاز حملات باشد. اسامی برندگان 78مین دوره مراسم اعطای جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب امروز اعلام شد. در مراسم امسال که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا به صورت آنلاین در شهرهای نیویورک و لس آنجلس برگزار شد، فیلم سرزمین کوچنشینان جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود کرد.